اگر در چند ماه گذشته کرونا خبرهای نگران کننده را به ابتدای دکه آورد، خبر اولین که چنانچه هرگز در برنامه افتتاحیه اپرای پاریس شرکت نکرده اید، از همین حالا به روی سایت اینترنتی اپرای پاریس بروید و مراسم افتتاحیه فردا شب را به طور رایگان تماشا کنید. از خبرهای حاشیه کرونا میگوییم صاحب یک رستوران در نیس به دلیل سرپیچی‌های آشکار در برابر نظم بهداشتی بازداشت شد. این نظم تا آنجا که نمایش مد در ساختمان سفارت بلژیک در عربستان به طور خصوصی برگزار شد. اما در فرانسه صحبت از قرنطینه سوم است. دولت در مشورت به سر می‌برد و آقای مکرون در همین یکی دو روز آینده تصمیمات جدید را به اطلاع مردم خواهد رساند. در خبرهای دیگر آقای آنتونی بلینکن که از او به عنوان 71مین وزیر خارجه امریکا نام برده می شود، هفته پرکاری را به پایان برد. او تماس‌های مهمی داشت، از جمله با همتای عراقیش آقای فاضل حسین که ضمن همدردی برای فاجعه‌ای که خلافت اسلامی در عراق فراهم آورده بود گفت دولت عراق بایستی به راهش ادامه بدهد. آقای بلینکن همچنین با آقای لودریان وزیر خارجه فرانسه هم اولین گفتگوی تلفنیش را انجام داد. آقای لودریان گفت فرانسه مایل است مبارزه با خلافت اسلامی در سوریه و عراق دنبال شود. فرانسه و امریکا همچنین مایل به سرگیری گفتگوها درباره برجام هستند. آقای بلینکن همچنین با آقای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم تلفنی صحبت و اظهار امیدواری کرد که طالبان با گروه‌های تروریستی منظور القاعده نزدیک نشود و این در شرایطی که همین امروز طالبان میگویند برخلاف توافق 11 ماه پیش مشهور به توافق دوحه، امریکا غیر نظامیان را در افغانستان بمباران کرده است. در ارتباط با سیاست‌های کنونی بسیاری معتقدند اگر آقای بایدن تغییرات اساسی نسبت به همتای پیشین خود را انجام می‌دهد، اما چندین پرونده هم به قوت خود باقی خواهد ماند. در مورد برجام هم اگرچه بازگشت به آن را اعلام کردند، اما سهولت انجام و خواسته ها مانند گذشته نخواهد بود. جنجال های تبلیغاتی دروغ مثل این بار، یعنی نصب 1000 سانتریفیوژ جدید در نطنز و یا آنسوتر احتمال با جنگ بین اسرائیل و جمهوری اسلامی، پارس تودی به نقل قول به جنگ تن به تن در مرزهای دورتر اسرائیل و جمهوری اسلامی اشاره دارد. آقای کوشاوی رئیس ستاد ارتش اسرائیل در برابر گفته وزیر خارجه امریکا که گفته ما منتظر اولین اقدام مثبت تهران هستیم، اظهار می‌دارد هیچ شکی وجود ندارد که جمهوری اسلامی مقاصد اتمی نظامی را دنبال می‌کند. باید گفت به ندرت اتفاق می‌افتد که رئیس ستاد به جای وزیر خارجه یعنی آقای گبی اشکنازی که او هم پیشتر یک نظامی بوده سخن بگوید. برای تظاهرات یک شنبه در مسکو وزارت کشور روسیه بیانیه و هشداری را خطاب به تظاهرکنندگان منتشر کرد و گفت تظاهرات غیرقانونی و پیگرد قانونی برای شرکت کنندگان را دنبال خواهد داشت. ناظران پس از دیدن تظاهرات پیشین در سرمای منهای 20 درجه میگویند در روسیه چیزی در حال تغییر است. باید گفت اروپا و امریکا از یک سو مایل به گفتگو با آقای پوتین هستند و از یک سو برای آزادی الکسی نوالنی پیام میفرستند. آقای پوتین در پیامش در نشست اقتصادی داووس گفت او آماده همکاری های بیشتر با اروپا و امریکاست. و حالا در پایان با محمد فلسطینی آشنا بشوید که با شلیک گلوله ارتش اسرائیل یک پای خود را از دست داد، ولی می‌خواهد به ورزش مورد علاقه‌اش یعنی پرش ادامه بدهد. ما چند ثانیه او را می‌بینیم، اما او یک عمر این گونه زندگی را دشوار اما با امید پی می‌گیرد.